بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان، با عرض سلام و ادب و احترام حضور همه شما دوستان نهایت عزیز ارجمند، امیدوار هستم که هر کجایی که هستید در صحت کامل به سر ببریم. درس دیتا منیجمنت یا مدیریت دیتای شما رو تدریس میکنم و انشالله که از مطالبی که خدمت شما ارائه میکنم استفاده کافی رو ببرید. به ادامه جلسات قبلی که ما مطالب مهم و اساسی و بیسیک درباره دیتا خدمت شما ارائه کردیم و بیان کردیم و مطالبی که جلسات قبلی خدمت شما بیان کردیم در واقع پیش نیاز هستند که شما رو آماده کند برای اینکه موضوعات جدیدی که ارائه میشه بیان میشه این مطالب رو بهتر و آسانتر درک کنید. در این جلسه میخوام در رابطه با مدل های دیتا خدمت شما عزیزان بحث کنیم و این مدل رو به شما معرفی کنیم. همونطور که حالا همه شما میدانید وقتی صحبت از مدل میشه در واقع برای یک روش صحبت میشه که شما میتونید به وسیله روش های مختلف با طریقه های گوناگون دیتا های خودتون را ذخیره کنین، مدیریت کنین و به شکل ساده و آسان به این دیتا های خودتون دسترسی داشته باشین. حالا ما انواع مدل ها داریم که شما می توانین دیتا های خودتون را در این مدل ها طراحی کنین، دیزاین کنین، ذخیره سازی کنین و ارتباط بین موجودیت ها، بین انتیتی ها و بین دیتا های خودتان توسط مدل ها به وجود بیارین. پس اگر که ما به صورت ساده و آسان و مختصر عام فهم بیایم مدل های دیتا رو برای شما تعریف کنیم، این گونه خواهد بود که مدل های دیتا در واقع نحوه به نمایش گذاشتن دیتای شما رو یا موجودیت های شما یا انتیتی شما رو و ارتباط بین انتیتی ها و موجودیت ها را به نمایش می گذارد. پس حالا دیتا همونطور که همه شما می دانید و مفصل ما در رابطه با دیتا صحبت کردیم چه هستن، نیاز نیست که هی دوباره تکرار کنیم. و این دیتا رو حالا ما چگونه و به چه روشه و به چه شیوهی و به چه طریقه اینا رو مدل سازی کنیم و ارتباط بین اینها رو به وجود بیاریم و در این جلسه خدمت شما عزیزان به صورت مفصل صحبت خواهم کرد. حالا منابعی که در کتاب شما آوردن و این منابع و این تعاریفی که در اصلی ترین منبعی که شما در این کتاب دارین مدل های دیتا رو این گونه تعریف کرده، میگه مدل های دیتا چی هستن و چگونه هستن و این مدل ها میگه برای نشان دادن، به خاطر نشان دادن و به نمایش گذاشتن ساختمان منطقی دیتابیس ها استفاده میشن. همین مدل های دیتا به خاطر چی میگه مورد استفاده قرار میگیرن؟ به خاطر این که ساختمان منطقی پایگاه داده یا همون دیتابیس ما و شما رو به نمایش بگذارن. پس مدل های دیتا عبارت از چی هستن؟ عبارت از انفورمیشن ها، عبارت از اطلاعات، عبارت از معلومات اساسی هستن که چیکار میکنن؟ به خاطر نشان دادن ساختمان عمومی یک دیتابیس مورد استفاده و استعمال قرار میگیرن. که این معلومات چی هستن؟ معلوماتی که حالا اینا رو منیج میکنن و مدیریت میکنن، این معلومات در واقع ساختار چی رو تشکیل میدن؟ ساختار کلی یک دیتابیس را با استفاده از چی؟ با استفاده از بعض سمبول های معیاری که در این مدل ها وجود دارد برای شما عزیزان به نمایش میگذارن. که ما انواع مدل های مختلف برای مدل کردن دیتای ما در دیتابیس داریم که معروف ترینشون خدمت شما عزیزان ارائه خواهیم کرد. از مدل های دیتا چی کار میکنن؟ ارتباط یا ریلیشن بین بخش های یک دیتابیس را برای ما و شما به نمایش میگذارن و همچنان این مدل های دیتا روش ها، شیوه ها و مدل های پروسس تجزیه کردن، تحلیل کردن و ذخیره کردن
همین دیتایی که ما و شما در دیتابیس مورد استفاده و استعمال قرار میدیم را در سیستم ما و شما نشان میدهند. پس دیتابیس همونطور که حالا شما به عنوان یک کسی که میخوان دیتابیس طراحی کنین، دیتابیس دیزاین کنین، یا دیتابیس یک دانشگاه، یک سازمان، یک نهاد بسازین، مسلماً شما با انواع مدل‌های دیتا باید آشنایی داشته باشین و مدل سازی کنین. انواع دیتاهایتان در این مدل‌ها تا که بتوانین به شکل بهتر، اساسی‌تر و مفیدتر دیتابیستان طراحی و دیزاین کنین. پس مدل‌های دیتا رو به شکل ساده ما فهمیدیم که شیوه و روشی هستن که ما میتونیم دیتاهای خودمون رو در یک قالب خاص با سمبول‌های معیاری و ارتباط بین انتیتی‌ها و موجودیت‌های ما رو در دیتابیس مشخص کنیم. یکی از مدلی که همواره مورد استفاده قرار می‌گیرفت و می‌گیرد در واقع یک مدل قدیمی هست که فعلا این مدل منسوخ شده است و جوابگو نیست به دلایل حالا مختلف که من خدمت شما ارائه می‌کنم. این مدل به نام فلات هست که در قدیم از این مدل برای منیج کردن و برای ارتباط برقرار کردن دیتاها استفاده می شد، ولی همونجور که گفتم در این مدل تمام بخش های دیتا روی یک چی قرار می گیرن؟ روی یک سطح به نمایش گذاشته می شن که این مفید نیست، این قابل استفاده نیست و جوابگو نیست. پس دیتا مدل های سابقه بیشتر چی بودن؟ ساده بودن. یکی از این مدل‌ها همین فلات بود که حالا در کتاب شما آوردن. پس وقتی که مسائل ما بزرگ بشن، ارتباطات ما گسترده‌تر بشه، پیچیده‌تر بشه، این ارتباطات را به صورت واضح چیکار می‌کنن؟ بیان کرده نمی‌توانن، به مشکل برمی‌خورن. پس در همچون مدل‌ها وقتی که ارتباطات ما زیاد شد، موضوعات ما زیاد شد، اطلاعات ما زیاد شد، دیتای ما زیاد شد، ریلیشن بین این دیتاها زیاد شد، مسلماً این ارتباطات به صورت روشن، به صورت واضح و به صورت عام‌فهم بیان کرده این مدل‌ها نمی‌توانند. پس در همچون مدل‌ها وقتی که ارتباط بیشتر بشه نتوانند چیکار میکنن؟ امکان اشتباه در مدل ها بسیار زیاد هست، تکرار غیر ضروری بخش ها و بروزاوری بخش های دیتا زیادتر باقی میشه. پس وقتی که ما مدل طراحی میکنیم و مدل پیچیده تر بشه، امکان اشتباه مسلماً که هست و همچنین تکرار دیتا های ما هم امکانی با وجود امکانش هست که تکرار بشه و مدل ما پیچیده تر بشه. پس در مثال های مدل دیتا که حالا در دیتابیس های ریلیشنال یا دیتابیس های ارتباطی ما خدمت شما ارائه می کنیم که مدل بسیار بسیار معروفی که اکثر دوستان یا اکثر کسایی که میخوان دیتابیس بنویسن یا پایگاه داده طراحی کنن با این مدل حتما آشنایی دارن. مدل AR هست یا Entity Relational مدل هست که بهترین، در واقع مؤثرترین مدل و ساده ترین مدل هست که شما می توانید دیتاهایتون رو مدل سازی کنین با واسطه مدل AR که این مدل رو ما به صورت مفصل خدمت شما عزیزان ارائه خواهیم کرد و توضیح میدیم که این مدل چگونه هست. اما برای در واقع توسعه دادن دیتابیستان، برای ساختن یک دیتابیس، برای آماده کردن یک دیتابیس، نظریه‌ای که بر اساس آن دیتابیس ایجاد می شود، در قدم اول شما باید چیکار کنین؟ باید به شکل یک دیاگرام، این دیاگرام توسط همین مدل هایی که من خدمت شما ارائه می کنم باید رسم کنید و دیتایتان در این مدل ها به شکل دیاگرام در واقع در بیارید. جهت اجرای این کار که شما مدل ها یا دیتاهایتان به شکل دیاگرام تبدیل کنید، راه های مختلف برای شما عزیزان پیشنهاد شده، طریقه ها و روش های مختلف برای شما پیشنهاد شده. یکی از این
راه‌ها، یکی از این روش‌ها بسیار بسیار چی هست؟ معمول هست، پر استفاده هست که دوستانی که در رابطه با دیتابیس حالا چیزی میفهمن و مطالعه دارن حتما با این در واقع راه، روش یا مدل آشنایی دارن. استفاده از چی هست؟ استفاده از مدل ER هست یا Entity Relational مدل به اختصار گفته میشه. عناصر مهمی ER که حالا این عناصر این موضوعات رو من تک به تک خدمت شما عزیزان ارائه میکنم که چی هستن، مورد استفادهشان چی هست و چرا ما از این عناصرها، از این ویژگی‌ها استفاده میکنیم و صورت مفصل خدمت شما ارائه خواهم کرد. عناصر مهم مدل ER یا Entity Relational Model که به شکل سمبول‌ها استاندارد در زمینه دیزاین بین چی؟ بین استفاده کننده، بین کاربر، به تکنیکی و حالا دیتابیس مورد استفاده قرار میگیره که اینها رو من لیست کردم و به شما عزیزان ارائه خواهم کرد. یکی از این عناصری که در مدل ER مورد استفاده قرار میگیره و بسیار مهم هست انتیتی ها هستند. انتیتی اگر ما ترجمهش کنیم به فارسی میشه موجودیت. انتیتی ها یعنی مشخصات، انتیتی یعنی مردم، یعنی منطقه، یعنی معاش، یعنی مهارت، یعنی فرد، شی، مکان. صحبت کردن درباره هر چیزی میگن یک انتیتی هست، یک موجودیت هست. من اگر یک مثال ساده به شما بزنم در رابطه با انتیتی ها یعنی موجودیت ها قبل از اینکه وارد مبحث اصلی بشم و این موضوع رو به شما تعریف کنم، میخوام در رابطه با یک انتیتی، یک موجودیت با شما صحبت کنم و این که شما مفهوم انتیتی رو فهمیدین و درک کردین برم سلاید رو به شما به صورت مفصل تشریح بدم. انتیتی وقتی که من گفتم این صحبت کردن در مورد چی؟ در مورد یک فرد، در مورد یک شی، در مورد یک مکان، در مورد یک منطقه به این میگن انتیتی. من میخوام یک دانشجو به شما مثال بزنم که موجودیت یا انتیتی یک دانشجو چی هست. بر فرض مثال من یک دانشجو به شما مثال میزنم، این دانشجو متشکل از چی انتیتی های میتواند باشد، از چی موجودیت های برخوردار هست. مسلما دانشجو میتواند یک در واقع نام داشته باشد، این دانشجو میتواند رشته داشته باشد، این دانشجو میتواند حالا دانشگاه مربوطه داشته باشد. اینا چه هستن؟ موجودیت دانشجو یا انتیتی دانشجو رو برای ما و شما به نمایش میگذارن. پس نام، رشته، دانشگاه، حالا دپارتمنتش ما میتونیم اضافه کنیم، دپارتمنت هم میتواند یکی از موجودیت چی باشد؟ همین دانشجو باشد. وقتی که شما در دیتابیس و در پایگاه داده صحبت از چی میکنیم؟ صحبت از انتیتی به وجود میاد، صحبت از موجودیت به وجود میاد، ما در مورد یک موجودیت چی میکنیم؟ معلومات میدیم، آگاهی میدیم، صحبت میکنیم. موجودیت دانشجو میتواند که نامش باشد، رشتش باشد، دانشگاهش باشد، دپارتمنتش باشد. به این میگن یک چی؟ یک موجودیت دانشجو. من اینو پاک کنم و بریم به سلاید بیشتر توضیح بدم. امیدوار هستم که حالا مثالی که گفتم یک پیش‌زمینه برای شما باشه تا که مفهوم انتیتی و موجودیت را بفهمین. برگردیم به سلاید و انتیتی و مفهوم انتیتی رو بیشتر به شما توضیح بدم. همونطور که در تخته به شما تشریح دادم انتیتی در واقع عبارت از یک چیزی هست. مثلا قسمت از دیتا وقتی ما دانشجو رو به شما مثال زدیم نامش شد قسمت از دیتای ما و شما، رشتش قسمت از دیتای ما شد، دپارتمنتش قسمت از دیتای ما شما شد. میتونیم آدرسش
بین نمبر تذکره شب نیست میشه چه قسمت از دیتای ما رو به این میگن یک امتیتی، یک موجودیت که استفاده کنندگان بتوانند آنو در دیتابیس مورد استفاده قرار بدن. یک کسی که حالا به عنوان دیتابیس سر هست میخواد دیتابیس سر راه کنه در مورد دانشجو، دانشجو یک سری انتیتی ها داره، موجودیت ها داره. یک قسمت از دیتای دانشجو همین چیزایی که من خدمت شما ارائه کردم بودن که استفاده کنندگان بتوانن آنو در دیتابیس یا پایگاه داده استفاده کنن. به اساس یک حالا انتیتی، یک یا چند جدول در دیتابیس ایجاد می شوند. مثال های انتیتی عبارت از، حالا گفتم که می تونه مردم باشه، می تونه منطقه باشه، می تونه معاش باشه، می تونه مهارت باشه، می تونه شی باشه، می تونه فرد باشه، هر چیزی می تواند باشد. حالا از مثال های ذکر شده، از موضوعاتی که ما خدمت شما بیان کردیم مشخص می شود که یک انتیتی نشان دهنده یک چیز هست، نشان دهنده یک عنوان مشخص و عنوان معین هست. این انتیتی ها در واقع از تمام انتیتی ها، تمام موجودیت ها که از یک نوع باشند در یک دسته تنظیم شده و همین دسته به نام چی؟ انتیتی کلاس، همان نوعی که حالا مشخص شده گفته می شوند، بیان می شوند. یعنی گروپ انتیتی هایی که از نوع آدرس باشند مربوط به چی هستند؟ انتیتی کلاس نوع آدرس. و همچنان انتیتی کلاس یا موجودیت های کلاس با انتیتی انستانس، اینا با هم دیگر تفاوت دارند. تفاوتشان من خدمت شما ارائه خواهم کرد. انتیتی انستانس یک جزء مشخص یا رکورد از چی هست؟ انتیتی کلاس هست را به ما و شما نشان میده، به این مفهوم که گروپ از انتیتی انستانس ها با هم یک جا گردیده و یک انتیتی کلاس را برای ما و شما تشکیل میدن. پس بنابراین ما در رابطه با مدل های دیتا با شما صحبت کردیم، مدل دیتا رو به شما تعریف کردیم به صورت ساده عام فهم و به صورت این که در کتاب شما هم تعریفش اومده به شما تعریف کردیم. مدل قدیمی رو به شما گفتیم، مدل ای آر رو به شما گفتیم و انتیتی رو به شما تعریف کردیم که چی هست. و این درس و حالا ما ادامهش در جلسه دیگر خدمت شما ارائه میکنیم. شاد و موفق و پیروز و کامگار و سرفراز باشید. روز بر همه شما خوش.